اوکراین، افزایش درگیری ها، افزایش تحریم ها. خلاقیت در تکنولوژی حمل و نقل شهری در هنگ کنگ. شیوه جدید مقابله با موش ها. در اوکراین همچنان شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی از یک سو و افزایش تحریم‌ها علیه روسیه توسط غرب از سوی دیگر هستیم. هرچند که اوکراین و روسیه در خارج از اوکراین، یعنی در شهر مینسک پایتخت روسیه سفید، با یکدیگر به مذاکره پرداختند، اما این مذاکرات چیزی از میزان درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین کم نکرد. ارتش اوکراین می‌گوید دو شهر مهم در اطراف دونتسک، اصلی ترین مقر جدای طلبان طرفدار روسیه را تسخیر کرده است. از سوی دیگر، جدای طلبان طرفدار روسیه دست کم 10 سرباز چتر‌باز ارتش اوکراین را کشتند. در زمینه افزایش تحریم‌های غرب علیه روسیه، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده است که آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه، از جمله مجازات هایی که بخش های مهم اقتصاد روسیه را هدف می گیرد، توافق کردند. در درگیری های نظامی بین روسیه و اوکراین، روز پنجشنبه 9 مرداد، ارتش اوکراین شهر مهم اودیوکا در نزدیکی دونتسک، مقر جدایی طلبان طرفدار روسیه را تسخیر کرد. مقام های منطقه‌ای در دونتسک گفتند که حداقل 19 نفر در این نبردها کشته شدند. رسانه‌های کیف نیز خبر دادند طی درگیری‌های مسلحانه در حوالی محله ساقط شدن هواپیمای مسافری مالزی، دست کم 10 تن از چتربازان ارتش اوکراین توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. نبردهای سنگین در اطراف دونتسک بار دیگر مانع رسیدن کارشناسان بین المللی به محل سقوط پرواز MH17 شد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه 8 مرداد خواستار یک آتش‌بس فوری در محدوده نزدیک سقوط هواپیمای بوئینگ 777 مالزی شده بود. روز 6 مرداد نیز ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در خصوص سرنگونی هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی مالزی در شرق اوکراین گفت این اقدام میتواند جنایت جنگی تلقی شود. درگیری‌های مجددی که در تاریخ 11 مرداد در شرق اوکراین و در اطراف محلی که هواپیمای متعلق به خطوط هوایی مالزی سقوط کرده، مانع از جستجوی هیئت کارشناسان بین‌المللی شد که برای یافتن بازمانده اجساد قربانیان به منطقه رفته بودند. در همین حال اهالی لوهانسک در پی ادامه درگیری نظامی میان ارتش اوکراین و شورشیان جدایی طلب این منطقه را ترک می‌کنند. بر اساس تازه ترین آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، بالغ بر 230,000 تن شرق اوکراین را ترک کردند. یکی از کسانی که شهر را ترک کرده شرایط لوهانسک را چنین توضیح می دهد: آب و گاز قطع است، موبایل کار نمی کند، مواد غذایی وجود ندارد، در هر پمپ بنزینی فقط حدود 10 لیتر سوخت می توان یافت، ما بچه های من را بیرون آورده ایم. چند انفجار روی داد. همه در نیمه شب از خانه هایشان بیرون آمدند. بچه ما ترسیده بود. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از نیمه آوریل تا 26 ژوئیه بیش از 1100 تن کشته و 3500 تن نیز بر اثر درگیری جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین با ارتش مجروح شدند. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه 3 مرداد با اعلام اینکه انتقال توپخانه سنگین روسیه به خاک اوکراین قریب الوقوع است، تاکید کرد که روسیه در حال تشدید اقدام نظامی در اوکراین است. استیو وارن، سخنگوی پنتاگون، گفت شواهدی مبنی بر نزدیکتر شدن سامانه‌های موشکی قدرتمند روسیه به مرزهای اوکراین وجود دارد و این تجهیزات جنگی احتمالاً در اختیار جدایی طلبان حامی روسیه قرار می‌گیرد. از سوی دیگر اتحادیه اروپا روز جمعه 3 مرداد
18 نهاد و 15 شخصیت و مقام اوکراین و روسیه را به فهرست تحریم‌های خود افزود و شمار کلی هدف‌های تحریم خود را به 87 نفر و 20 سازمان افزایش داد. همچنین روز پنجشنبه 9 مرداد رهبران اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند. کوتاه کردن دست روسیه از بازارهای مالی اروپا در میان موارد تحریم قرار دارد. در این حال مؤسسات اروپایی حق ندارند با نهادهای مالی و بانکهایی که روسیه در آن سهم دارد معامله کنند. از آن گذشته دوستان و آشنایان پوتین در بانک روسیه اجازه سفر به کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهند داشت. در میان آنها یوری کوالچوک رئیس و سهامدار عمده و نیز یک مقام ارشد بانک روسیه قرار دارد. فرد دیگری که به فهرست سیاه اروپا افزوده شده همبازی جدوی ولادیمیر پوتین آرکادی رومانوویچ است که قراردادهای عمده‌ای در بنای دهکده المپیک سوچی به او واگذار شده بود. اتحادیه اروپا همچنین فروش اسلحه، ابزار نظامی و کالاهای با استفاده مضاعف به روسیه را ممنوع کرده است. در مقابل اما ولادیمیر شیزوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپایی در اولین واکنش رسمی گفته است که تحریم‌های جدید وضع شده علیه روسیه هیچ تأثیری در روابط این کشور با اوکراین نخواهد داشت و روسیه سیاست‌هایش در شرق اوکراین را تغییر نخواهد داد. همچنین وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است که بهای گاز صادراتی این کشور به اروپا از فصل زمستان افزایش خواهد یافت. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 7 مرداد ماه گفت دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه بخش‌های کلیدی اقتصادی روسیه را در بر می‌گیرد. آمریکا و اروپا صادرات فناوری که در عمق آب و برای کشف نفت در روسیه کاربرد دارد ممنوع کردند. بانک مسکو، بانک کشاورزی روسیه و شرکت کشتی سازی یونایتد و نیز برخی از اعضای حلقه نزدیک به پوتین، رئیس جمهوری روسیه و شرکت‌های روسی که آمریکا می‌گوید به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک می‌کنند، در فهرست تحریم‌های جدید قرار دارند. اوباما تلاش‌های مشترک آمریکا و اروپا را گزنده‌تر از گام‌های کوچکتری که پیشتر برداشته شده توصیف کرده است. به گفته اوباما انتخاب دیگری همچنان برای روسیه وجود دارد. راه کاهش تنش در اوکراین جایی که غرب مسکو را متهم به عدم همکاری برای کاهش بحران در آن و حمایت از شورشیان جدایی طلبی که علیه دولت مرکزی می جنگند کرده است. در پی تشدید بحران اوکراین و اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه، دیوید کامرون خواهان تقویت نیروهای ناتو در مقابله با تحریکات این کشور شد. روسیه بروکسل را به درپیش گرفتن سیاستی با معیارهای دوگانه متهم کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای که روز شنبه 2 اوت به اندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو و 27 کشور عضو دیگر اتحادیه اروپا در رابطه با نقش روسیه در شرق اوکراین نوشت، خواستار حضور دفاعی قدرتمند این سازمان در شرق اروپا شد. در ادامه با هم به هنگ کنگ می رویم تا ببینیم در این کشور چه پروژه های جدیدی را برای حل مسائل حمل و نقل عمومی آغاز کردند. هنگ کنگ یکی از پرتراکم‌ترین شهرهای دنیاست. شهری که برای انتقال روزانه شهروندانش نیاز به حمل و نقل شهری با خلاقیت‌های فراوان دارد. اینجا مثلا شاهد یکی از طولانی‌ترین راهروهای سرپوشیده جهان هستیم. راهرویی که دو شاخه می‌شود و به واسطه پله‌های برقی نزدیک به 60,000 نفر از آن استفاده می‌کنند. درازای این راهرو به 8 کیلومتر می‌رسد. هنگ کنگ یکی از موفق‌ترین شهرها از لحاظ حمل و نقل شهری است. حمل و نقلی ارزان.
ناگزیر بودیم هوشمندانه در این باره عمل کنیم تا منطقه کوچک با تراکمی بالا در اختیار داشته باشیم. 1000 کیلومتر مربع که در آن 7 میلیون نفر زندگی می کنند. 40% شهر را پارک‌ها و فضای سبز تشکیل می دهد. به همین دلیل مردم در منطقه با وسعت کم و فضای کوچک متراکم هستند. بخش بزرگی از هنگ کنگی ها از حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. خودروداران بخش کوچکی از شهروندان را شامل می شوند. به دلیل توسعه های شهری دولت تمرکزش را روی موازی کاملا سبز قرار داده. بخش عمده از تاکسی های شهری و اتوبوس ها گازسوز هستند. توجه بسیاری به کاهش گازهای گلخانه‌ای در این شهر می شود. ما سیاست های گران قیمتی برای انرژی های سبز به کار بسته ایم. سیاست هایی که معتقدیم کاملا مؤثر واقع می شود. نزدیک به 82 هزار خودروی دیزلی تبدیل شدند، چرا که ناوگان خودروهای شهری قدیمی در شهر وجود داشتند. تغییر عادات شهروندان از سیاست‌های دولت محلی است. شما نمی‌توانید خودروی خود را بیش از 3 دقیقه در حال پارک روشن بگذارید. کنترل شدیدی روی خودروهایی که تولید آلودگی می‌کنند وجود دارد. محققان هنگ کنگی هم کارهای زیادی در این باره انجام دادند. اخیراً ما در هنگ کنگ استانداردهای اروپایی و ژاپنی و آمریکایی را در پیش گرفتیم. اما این شهر با توجه به موقعیت جغرافیاییش نیازمند استانداردهای منطبق با آن است. با توجه به پیشبینی‌های سازمان ملل، مردم زیادی در سال‌های آینده به سمت شهرهای بزرگ دنیا مهاجرت خواهند کرد. ابتکار و خلاقیت‌های زیادی در راه است تا شهر را پاک‌تر و هوشمندتر از سابق کنیم. این امر با دوچرخه‌های الکتریکی و خودروهای پاک ممکن است. کلید اصلی این است که خلاقیت‌ها به تنهایی نمی‌توانند استراتژی عملی برای اروپا ایجاد کنند. راهبران باید با توجه به این امر استراتژی‌های کلی اتخاذ کنند. هنگ کنگ می‌تواند الهام بخش بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر شود. فناوری و تحقیقات جدید برای مبارزه با موش‌ها. پس از اینکه این حیوانات کوچک در مقابل سموم ضد موش مقاوم شده اند، تحقیقات جدیدی برای مقابله و از بین بردن آنها شروع شده است. موش‌ها آسیب‌های زیادی به محصولات کشاورزی، ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها می‌زنند که هر سال باعث تلف شدن میلیاردها یورو می‌شود. موش‌ها ناقل بیماری‌هایی هستند که انسان‌ها را تهدید می‌کنند. آیا می‌توانیم این جوندگان را با استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند شکست دهیم؟ همانند همه ساکنان این بخش از انگلستان، پروفسور مایکل تیسیدل با مشکل موش‌ها روبروست. مزرعه کوچک او مورد حمله جوندگانی قرار گرفته که به هر جایی سرک می‌کشند تا غذای حیوانات خانگی را بدزدند. مرغ‌ها در اینجا غذا می‌خورند، اما موش‌ها هنگام شب بیرون می‌آیند. سوراخی را حفر می‌کنند یا از زیر در وارد می‌شوند و غذای مرغ‌ها را می‌خورند. همانند دیگران مایکل از قرص‌های سمی استفاده می‌کند. اما معمولاً سم‌ها اثر بخش نیستند. به نظر می‌رسد موش‌ها از بعضی سموم به عنوان غذای رایگان لذت می‌برند. شب‌ها اینجا محل جولان موش است. حتی با وجود اینکه سم می‌گذاریم، موش‌ها سم را می‌خورند و به نظر می‌رسد که به این سموم مقاوم شدند. این مشکل اصلی ماست. اگر سم‌های رایج مؤثر نیستند، پس چیکار باید کرد؟ در یک روش جدید، به جای اینکه منتظر شویم موش‌ها به اندازه کافی سم بخورند تا بمیرند، سیستم جدید اسپری‌ها برای جوندگان آنها را در معرض میزان مشخصی از سمی کشنده قرار می‌دهد. این یکی از اولین سیستم‌های تجاری از اسپری‌های موش است که با جذب سم از طریق پوست موش‌ها آنها را می‌کشد. دانشمندان سمی بر اساس فرمول ویتامین D ساختند که برای حیوانات خانگی بی‌خطر و برای موش‌ها کشنده است. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که چطور سم بعد از پاشیده شدن بر روی جوندگان به سرعت وارد خونشان می‌شود.
We perform all our experiments. ما تمام آزمایش‌ها را روی نوعی قشای پوستی که همانند پوست موش صحرایی عمل می‌کند انجام دادیم. ما همه فرمول‌های متفاوت رو تست کردیم و بهترین شیوه انتقال ویتامین از طریق پوست موش‌ها رو انتخاب کردیم. برای پوشیدن سم، محققان یک دستگاه الکترونیکی با استفاده از سنسورهای نوری ساختند که ماشه آزاد کردن اسپری را در هر لحظه مناسب فعال می کند. دوندگان وارد این دستگاه می شوند و هنگام عبور از این دام اسپری روی آنها پاشیده می شود. یک سوراخ هم اینجا گذاشته ایم که برای فرومون که نوعی تحریک کننده است ایجاد شده و دوندگان را به داخل شدن به این دستگاه تحریک کند. این سیستم ورود موش به قوطی را نشان می دهد. اگر حیوانی که وارد قوطی شده موش نباشد یا دو موش از دو طرف قوطی وارد شوند، این سیستم فعال نمی شود. یک ریز پرداز در مدار این دستگاه در اینجا وجود دارد که این امکان را به دستگاه می دهد که سیگنال یا پیامی را به پست کنترل بفرستد و به افسر کنترل کننده بگوید که بیایید و این قوطی ها را عوض کنید. کشته شدن موش ها با تله های معمول بسیار دردناک است، اما دستگاه جدید انسانی تر عمل می کند. موش ها با این روش یک روز پس از اینکه در معرض سم قرار گرفتند از حمله قلبی می میرند. سیستم دادن غذای سمی اینطوری است که حیوانات می توانند که انتخاب کنند که چه مقدار از سم را بخورند و اغلب آنها به اندازه که برای کشتنشان کافی باشد نمی خورند. این سیستم مرگ هر موشی که در معرض اسپری قرار می گیرد را تضمین کرده است. In what has become a traditional annual event on the island of از 5 سال گذشته تا کنون تابستان هر سال جوزف کالیا تنور اهل مالت از بهترین صداهای دنیا دعوت به عمل می آورد تا در جزیره مالت کنسرت اجرا کنند. Opera music to a wider audience. من کنسرت دیگری رو نمی‌شناسم که چنین ترکیبی را ارائه کنم. این را می‌دانم زیرا در همه کنسرت‌ها شرکت می‌کنم. افراد زیادی از دنیای پاپ در اینجا حضور دارند، مانند لئونا لوئیس و کلادیا بالیونی که در معرض موسیقی کلاسیک قرار گرفتند. یکی از ستاره‌های پاپ حاضر در این شو لئونا لوئیس خواننده انگلیسی بود. کلادیا بالیونی قطعاً یکی از بهترین صداهای ایتالیاست که یکی از ترانه‌های مشهور خود را اجرا کرد. متأسفانه فروش موسیقی کلاسیک در حال نزول است. ما باید راه‌های جدیدی برای جذب مخاطبان جدید پیدا کنیم. این یکی از آن روش هاست. گرین ترویل اهل ویلز با اجرای پر انرژی خود مخاطبان را تحت تأثیر قرار داد. از وقتی بسیار کوچک بودم می‌خواندم و والدینم به نحوی عالی مرا راهنمایی کردند. خواننده بودن در کودکی برایم چیز خوبی نبود چون همکلاسی‌هایم مرا مسخره می‌کردند، ولی من به کار خودم ادامه دادم. باید از استعداد خود استفاده کرد. Thanks to his summer concerts also a way of sponsoring new opera talent.